اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. ولم خداوندی هستی بخش با بارز سلام و درود خدمت یک آقای بیننده های عزیزی تلویزیون خورشید و دوستان و علاقمندانی برنامه فکری خانواده. نهایت خرسند و خوشحال هستم که باز هم حیات یاری کرد و فرصت باقی بود یک بار دیگر شما را با خود دارم و امیدوار هستم تا لحظات و دقایقی که پیش روز ما را همراهی بکنین و داشته های امروزی برنامه ملال آور نباشه. دوستای عزیز، همگی میدانین که عنوانمان چی بود؟ قواعد مهم در احتوای مشکلات خانواده، یا به عبارت واضح تر چی گونه میتانیم اختلافات و نزاهای به وجود آمده در بین زن و شوهر و خانواده را مدیریت کنیم و مشکل خرد به مشکل بزرگ تبدیل نشود. اول گفتیم بین خود و بین الله آشتی بیاریم تا الله بین ما و بین بنده هایش آشتی بیاره، چون قلب بنده ها نزد الله است. الله میتونه هر طرف تغییرش بده. دوم، تمام اختلافات شر نیست. سوم، به هفت چیز نباید روی بیاریم. قاعده چهارم، از طریق گفتگوی رو در رو مشکل خود را حل بکنیم با چند شرط. شرط اول انفرادی و تنهایی باشه. شرط دوم به دور از خشم و غضب باشه. و گفتیم چگونه خشم و غضب مدیریت بکنیم، کنترلش کنیم، در جلسات قبلی بحث شد. شرط سوم، از دومن ما بسازیم. نباید مستقیم به خانم خود و خانم به شوهر خود خطاب کنه. جانب مقابل مستقیم باید در وقت گفتگو خطاب نشود. از دو من باید یک پلی برای از خود گذری ساخته شود. نگویم تو چرا این کار کردی؟ تو همیشه می برای از خانه میری. تو به اجازه رفتی. تو فلان روز ایتو یک بد کار کردی. کلمه تو را استعمال نکنیم. باید بگویم ما خوش دارم وقتی جای میری از ما اجازه بگیری. چقدر زیباست. ما دوست دارم وقتی خانه میم خانمم در خانه باشه. نمیخوایم که خانمم بیرون بره. ما دوست دارم که در تلفن همراهیم زیاد صحبت نکنی. ولی تو به اجازه برامانی. پس کلمه تو کوشش کنین استعمال نشود. و بیشتر جانب مقابل مخاطب قرار داده نشود. به شیوهی باید صحبت شود تا اینکه جانب مقابل احساس حقارت و تحقیر نکنه. ما گفتگو میکنیم، داریم جانب مقابل همیشه توهین داریم. تو چرا این کار کردی؟ فلان جایی کار کردی؟ بسمدان جایی کار کردی؟ پس چی تو میتونیم ما به نتیجه مطلوب برسیم؟ پس چهارمین قواعد ایست که جانب مقابل مستقیم مخاطب قرار ندیم، بلکه بگوییم ما میخواییم به این شکل باشه، ما میخواییم این قضیه به این شکل، ما هر دوی من خوش داریم به این شکل باشه. آیا تو خوش نداری زندگی ما خوش تیر شوه؟ آیا تو خوش نداری چیزهایی که ما خوش دارم احترامش کنی؟ میگه بله. اینجاست که مشکل خود به خود حل میشه. این قواعد چهارم بود، کوتاه بود ولی پرمعنا. کوشش بکنین که این قاعده را هم به خاطر مدیریت اختلافات خانوادگی به کار ببرید. قاعده پنجم، مشکل دیروز بر امروز اضافه نکنیم. نباید مشکل فردا بر مشکل امروز اضافه شود. طور مثال وقتی اینا گفتگو میکنن، عقدمندی هایی که قبلا بود، طور مثال 5 سال پیش، 4 سال پیش، 2 سال پیش، حتی 10 سال پیش، 15 سال پیش او را یاد میکنه. او فلان وقت ببین ایتو یک کار نکرده بودی، مرا آزرده کرده بودی. او عقده هنوزم در دلش باقی است. پس نباید عقده های گذشته را بر عقده امروز اضافه کنیم.
حتی خواهرای ما شب عروسی کدام سکتگی ها که به وجود آمده باشد، در شب نامزادی کدام کمی و کاستی او را یاد میکنه. ببین پیشی همسنفی ها مرا خجالت دادی، پیشی دوستای مرا ایتو کردی. پس دوستای عزیز، رای حل پنجم یا قاعده پنجم، مشکلات دیروز بر امروز افزوده نشه. به می خاطر از حضرت علی کرم الله وجه مقوله زیبا دارن، میگن که مشکل هر روز بر خود امروز روز کافی است، نباید مشکل فردا و مشکل آینده را بر مشکل امروز اضافه کنیم. اگر می خواهیم که مشکل ما بیشتر نشه، مشکل دیروز و امروز بر دیروز و فردا را بر امروز اضافه نکنیم. پس ما می توانیم مشکل هر روز امروز حلش کنیم. پس دوستای عزیز، قاعده پنجم است که مشکل دیروز بر مشکل امروز اضافه نشود. کدام سکتگی ها، خلاها، اشتباهات، خطاها و لغزش هایی که قبلا بین زن و شوهر به وجود آمده اصلا او را یاد نکنیم. گذشته را صلوات پشتی از او نگردیم. اگر چقدر خطیر بوده گذشته یادش نکنین، ورق نزنین که مشکل بیشتر میشه. و فراموش نکنین که زن و شوهر باید امرای خود، نقطه‌ای که ما در جلسات اول اشاره کرده بودم، منحات داشته باشه، پنسل پاک. نباید اشتباهاتی که به وجود میاد در قلب باقی بانه، باید تا فردا ششته شو، پاک شو. امروز گفتگو پیدا شد تا بیگا نگذاریم، در قلب ما باقی، عاجل پاکش کنیم. چون اگر این اشتباهات پی هم در قلب فشار بیاره، روزی است که جای برای بخشش، برای گذشت باقی نمیمانه. پس ما در زندگی خود باید کوشش کنیم که اشتباهات را پاک کنیم. وقتی شب میخوابیم فکر کنیم که امروز چی جار جنجال بین ما و خانمم، بین خانم و شوهر، بین دو برادر به وجود آمد، تمام شب بکشین دور بندازیم. فردا با سینه پاک، با پیشانی باز، با لب پر از خنده خانم خود و خانم شوهر خود استقبال کنه. ان شاء الله از این طریق ما میتونیم همیشه زندگی دور از خشونت و بدبینی و جار و جنجال داشته باشیم ان شاء الله العزیز. پس قاعده پنجم، مشکل دیروز بر مشکل امروز افزوده نشود. قاعده ششم که چیز با شما شریک میکنیم، اما بعد از نشر یک حدیث مبارک زود برمیگردیم. عن عثمان بن عفان رضی الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله رواه مسلم. عثمان بن عفان رضي الله عنه میگوید نبی اکرم صلى الله عليه وسلم فرمود هر کس نماز عشاء را با جماعت بخواند گویا نصف شب را زنده نگه داشته است، و هر کس نماز صبح را با جماعت بخواند گویا همه شب را زنده نگه داشته است. دوستان عزیز، شما را دوباره خوش آمدید میگم. صحبت من چگونه میتونیم مشکلات خانوادگی را مدیریت کنیم، نگذاریم اختلاف های کوچک بزرگ شوه و این زندگی که ما تشکیلش دادیم شیطان خرابش کنه. پس گفتیم راه های وجود داره، قواعد مهم وجود داره. انشاءالله با استفاده از اون قواعد ما میتونیم بدون شک زندگی و اختلافاتی که نزاع ها و کشمکش هایی که در زندگی زن و شوهری و خانوادگی به وجود میاد مدیریت کنیم. گفتم چهارمین قواعد چی بود؟ از طریق گفتگو حلش کنیم. گفتگو انفرادی باشه، بدور از خشم و غضب باشه. و قاعده سومش یا شرطی
سومش دوست عزیز، مشکل دیروز بر مشکل امروز افزوده نشه. شرط پنجمش، باید دو من یک ما جور شوه، پلی برای از خود گذشتن باشه. به این معنا که مستقیم جانب مقابل مخاطب قرار ندیم که تو این کار کردی، تو این کار کردی، تو این کار کردی، تو این کار کردی، بلکه بگوی من نمیخوایم این کار صورت بگیره، من میخوایم کارا به این شکل انجام شوه، من میخوایم کار به این طریقه صورت بگیره. قاعده ششم، باید تعمیم نباشه. قاعده ششم، باید تعمیم نباشه. این چی معنا داره؟ طوری مثال از خانم ما یک اشتباه صورت گرفت، دو اشتباه صورت گرفت، سه اشتباه، برو چهار یا پنج اشتباه صورت گرفت، یا از داماد طوری مثال پنج شش اشتباه، ما یک دفعه بگویم تو همیشه همی قسم هستی، نباید تعمیم ببخشیم، نباید تمام زندگی زن از زیر سوال ببریم، نباید تمام زندگی مرد از زیر سوال ببریم. از او گذشته خاندانت امیتو بود، پدرت بیادرت امیتوست که تو دخترش هستی، قسم هستی، خواهرت همی قسم است، برادرایت، قوم خیشت. این کلانترین خطا و اشتباه ماست. ما نباید وقتی اشتباه را میبینیم باید تر و خشک همه را بسوزانیم، نه همه گیره سفید فکر کنیم، نه همه گیره سیاه، بلکه هر کس سفیدی و سیاهی داره. مثل گورخر، یک طفل میگه پیش گورخر را، گفت تو اصل سیاه سیاه سفید هستی، من نمیفهم تو بعضی خطت سیاه بعضی خطت سفید است، من نمیفهمم که اصلت چیست، اصلت سیاسی اصلت سفید است. خب خو یک مقوله یا یک افسانه سیاه هم یک لطیفه هست، اگر حقیقت داره نداره، ولی پیامش واقعیت است. گورخر برش میگه تو هم مثل ما هستی، تشویش نکو، تو هم مثل ما هستی، بعضی اشتباهات داری بعضی خوبی ها داری، ما هم سیاستم هم سفید هستم، تو هم سیاستی هم سفید هستی، خوبی هایت سفید، بدی هایت سیاست. پس ما بیایم بگیم مثلا یک مشکلی که در افغانستان وجود داره امروز، و اگر بیایم سیاست مدارا رد کنیم بگیم کلی از اینا خبیث است، کلی از اینا معامله گر است، کلی از اینا فاسد است، این غلط است. امکان داره در بین از این صلحا باشه، امکان داره در بین از این اشخاص نهایت مهربان، دلسوز، وطن دوست باشه، ما بیم کلی از این را تعمیم بخشیم. طوری مثال علما، او علما ای کار کرد، امکان داره که در بین علما سیاه هم باشه سفید هم باشه، ما بیم کلش یک نواخت بگیم کلش سیاست، این جفاست، این خیانت است. در بین علما هم اشخاصی بد اشخاص خوب یافت میشه، اشخاص خوبترش بیشتر است نسبت به اشخاصی بدش. در بین عوام ما، در بین خواص ما، ما نباید بیم همه گیر سیاه معرفی کنیم یا همه گیر سفید معرفی کنیم. وقتی اختلافات بین زن و شوهر آمد بگویم تمام قومت امی قسم بد است، قومت خراب بود که تو خراب آمدی، این جفاست، بلکه بگویم اینی کارایت، اینی کارایت خراب است، این کارایت غلط است، این را اصلاح بکو. نگویم که تو همیشه غلط هستی، از وقتی که در خانه آمدی ما خوبی تو را ندیدم. چه قسمی که زنا متاسفانه باید این را مادرها بپذیریم. شوهر یک عمر، یک عمر هر چی زحمت میکشه، پول پیدا میکنه، هزینه ما میکنه، هزینه هوایج و نیازمندی های ما میکنه، ولی به مجرد که یگان چیزکا که به طبیعت من برابر نبود چی میگیم؟ در زندگی مده خانه خیر ندیدیم، از وقتی که آمده می نمی مصیبت است، از وقتی که آمده می نمی غل مقال است، ای چی رقم خانه است؟ نه خیر مادر عزیز و خواهر گرامی. حدیث مسلم شریف است، نبی کریم علیه السلام می فرماید که در خانم ها، البته در تمامش نی، در بعضی خانم ها، البته ما خانم هایی داریم واقعا برشان افتخار میکنیم، واقعا افتخار میکنیم. پیغمبر میگه در برخی خانم ها ایتو یک صفت است، هر چی شوهر خوبی کنه یک کمه که به طبیعتش برابر نبود، میگه ما رأیتو منک خیرا قطو. حدیث مسلم شریف است، میتونید مراجعه کنید. ما در زندگی میگه از تو خوبی را ندیدیم، این غلط است. نباید نقص و عیب تعمیم بخشیده شود، تمام زندگی از او را سیاه بسازه، خانوادهش، قومش. و این چیزی است که دوستای نهایت عزیز به همین ما نیاز است، به همین ما نیاز است در تمام بخشا و شونات زندگی من. ما امروز کسی را اگر میخواهیم رد کنیم تمام زندگیش نباید رد کنیم، باید یک بخش زندگیش،
آنچه که عیبش است، نقصش است. یک گروه را وقتی رد میکنیم تمامش را نباید رد کنیم. فلانی ها این قسم است، امکان داره در بین فلانی ها اشخاص ممتاز باشه که به مراتب از تو کده بهتر است. پس این مرض باید علاج شوه که ما دیگرها را همیشه سیاه و همیشه سفید نمیریم. هر انسان عیبم داره، خوبیم داره، بدی هم داره. پس قاعده دیگه یا شرط ششم دوست عزیز امی بود که ما تعمیم نبخشیم. هفتم دوست عزیز، فعل نقد کنیم نه شخص. فعل نقد کنیم، شخص نقد نکنیم. چی معنا داره؟ طوری مثال، تو هستی که همیشه کار خراب میکنی، تو بد هستی، تو درست آدم نیستی، تو همیشه مردم آزار میدی، تو درست کار نمیکنی، تو تربیه نمیکنی. نه خیر، فعلش نقد کن. من دوست ندارم اینی کار را بکنی. من دوست ندارم خانم عزیز در تلفن صحبت کردن دوست ندارم. ای تو نگویم که تو همیشه در تلفن صحبت میکنی بد هستی. خاک در سرت، تو شب و روز دیگه کار نداری غیر در تلفن صحبت میکنی. نه، بگو تلفن خوش ندارم زیاد. خود شخص بد نگو، عملش بد بگو. فعل شخص باید نقد شوه، نه خود شخص. طور مثال بگو، من دوست دارم که صبح وقت از خواب بیدار شیم. دوست دارم وقتی از کار وظیفه برمیگردم غذا آماده شوه. دوست ندارم که وقتی از کار برمیگردم در غذا، در طعام من تاخیر شوه. نگو که تو شخصی هستی که همیشه غذا رو تاخیر میکنی. فعل نقد کو، نه خود شخص. پس هفتم دوست عزیز شرط نقد فعل باشه، نه نقد خود شخص. و از طرف دوست عزیز امکان داره مرد ملامت نباشه، زن ملامت باشه، یا زن ملامت نباشه، مرد ملامت باشه. همیشه ما بهم نقد کرده بودیم، باید نقد بپذیریم، نقد باید قبول کنیم. از طرف دیگه دوستای نهایت عزیز باید حرف هم دیگری خود بشنویم. یکی چقدر مهم است با شما شریک میکنم، اما بعد از نشر حدیث مبارک زود برمیگردم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. ابن عباس رضي الله عنهما میگوید: نبی اکرم صلى الله عليه وسلم فرمود: درباره دو نعمت بسیاری از مردم دچار ضرر و زیان میشوند، یکی صحت و دیگری فراغت است. دوستان عزیز، شما را دوباره به ادامه بحثمان. چگونه میتوانیم اختلافاتی به وجود آمده در بین زن و شوهر و در بین خانواده را مدیریت کنیم و اختلاف کوچک به بزرگ تبدیل نشه؟ شما را خوش آمدید. صحبت اینجا بود که گفتیم مشکلات و اختلافاتی به وجود آمده از طریق گفتگو حل شود، ولی در گفتگو چند شرط ضرور است. اول، باید انفرادی رو در رو باشه، باید دیگرها دخیل نباشه. دوم، به دور از خشم و غضب باشه که غضب چگونه مدیریت میشد بحث شد. سوم، باید مخاطب مستقیم باید قرار دادنش، جانب مقابل مستقیم مخاطب قرار دادنش که تو چنین کار کردی و چنین کار کردی. باید بگه من چنین کاری را خوش نداشتم. و شرط دیگهش، اشتباهات قبلی بر اشتباهات امروز افزوده نشه. اشتباهات امروز برای خود امروز کافی است، نباید اشتباهات گذشته را تکرار کنیم. حسن از 10 سال، 15 سال، 20 سال گپایی که اصلا دیگه ارزش شنیدنش نیست، ما بیم او را تکرار کنیم و تیرگی را بیشتر بسازیم. ششم دوستای نهایت عزیز، تعمیم نبخشیم. تمام اعمالش، تمام زندگیش، خانواده و قومش زیر سوال نبریم، بلکه اشتباهات هم داره، اما اشتباهاتش 1، 2، 3 نام ببریم.
که این کارات خراب است، ولی نباید بگویم کل زندگی تو همین شکل است. هفتم، فعل نقد کنیم نه خود شخص را. پس برخی خواهرها و برخی مادرها در وقت گفتگو مجال سخن به همدیگر نمیدن، یک دفعه اعصابشان خرد میشه، خصوصا برادران. متاسفانه خانم میخواد حرف بزنه، اصلا نمیخواد بشه، چوب باش. استغفر الله، تو چگونه میتونی به او زندگی کنی که حتی به او اجازه نمیدی حرف بزنه؟ درد دل کنه، مشکل خود برات مطرح بکنه. و نه تو خانم عزیز، نه تو خانم عزیز، وقتی شوهر میخواد با تو حرف بزنه، مشکلی که به وجود آمده حل شوه، یک دفعه میبینی که واکنش نشان داد، فریاد میزنه، چیغ میزنه، خود به زمین میزنه، من تحمل ندارم دیگه، این خانه را نمیتونم تحمل کنم دیگه، این زندگی به من ارزش نداره. خوب چی فایده کردی؟ تو اجازه نداری شوهرت حرف بزنه، شوهر اجازه نداری خانم حرف بزنه، این مشکل باقی ماند، این مشکل به عقده تبدیل میشه، به مرض تبدیل میشه. تو مشکل حل نکردی، تو از مشکل فرار کردی. شاید بگویی که شوهر دید که گریه کردی و به زمین خوردی و سر و صدا و چیغ کردی، برآمد، خوش باشه که ببین شوهر چی تو بازی دادم، ولی نه، تو خود بازی دادی. تو اون مشکل باید حل میشد، او را در قلب شوهر همیشه به یک مرض سرطانی و غده سرطانی تبدیل کردی. پس باید در وقت گفتگو همدیگر اجازه بدیم، حرفش دقیق گوش کنیم که چی میگه. امکان داره یکان دفعه ما ملامت باشم، خانمم ملامت نباشه، ولی اینجا اگر ما خانمم مرا اجازه نده که ما عذر خود برش بگویم، امکان داره همیشه ما یک چهره منفی به خانمم باشم. و اگر ملامت خانمم باشه، ما اجازه ندم حرف بزنم، اینجاست که همیشه خانم با ما یک چهره منفی، در حالی که او ملامت نباشه، ولی من همیشه او را ملامت فکر کنم. پس رای گفتگو که به همدیگر باید به هر دو جانب اجازه کامل داده شد که حرف دل خود بگویه، یکی از قواعد مهم در احتوای مشاکل زن و شوهری است. قاعده هشتم، دوست عزیز، قاعده هشتم، باید در وقت گفتگو راه های زیادی را باید جستجو کرد. این چی معنا داره؟ این خیلی مهم است. راه های زیاد باید جستجو شود. به این معنا دوست عزیز که خانم میگه یا امی کار بکن یا نمیتونم با تو زندگی کنم، این زندگی تباه میشه. شوهر میگه این امی لحظه میخواییم امی کار انجام بدی، یا باش یا نباش، یا بکو یا نکو، یا میخوایم امی کار بکنی یا دیگه با تو نمیتونم. اصلا نه، دو را نباید باشه، باید چندین رای حل باید پیشنهاد شود. در مثال اگر خانم بگه من نمیتونم با مادرت دیگه زندگی کنم، من نمیتونم با پدرت دیگه بسازم، یا او باشه یا من میباشم، برو دیگه، خلاص زندگی را خودت خراب کردی. او مادرش است، او پدرش است، چی تو امکان داره که خانم خود با مادر ترجیح بده؟ اگر او ترجیح میده اصلا اولاد ناخلف است، فرزند ناخلف است. اگر امروز ترجیح بده، صبح دوباره مجبور است با آغوش و مادر بر بگرده، او را بزرگ ساخته، در آغوش پرمهرش او را شیر داده، او را کلان ساخته، او را ادب داده، اولین غذا و انرژی توسط شیر به معده از او انتقال کرده. امروز تو خواهر میگی یا مادرت باشه ما میباشم، نه خیر، چندین را مطرح بکو به خاطر حل مشکلات زن و شوهری. طوری مثال میفهمی که اشتباه در جانب مادر است، چون بعضی مادرها به مورد در زندگی عروس خود مداخله میکنه، از این خانواده ای که نو تشکیل شده انتظار زیاد داره. این خانواده ای که داره اولین گام میگذاره، در زندگی خود تجربه نداره، از پختگی کامل برخوردار نیست، از این زیاد انتظارات داره، گویا اینا 50 سال با هم زندگی کرده باشن. نه خیر، مادر گرامی، تو هم فرصت بده، تو در زندگی داماد خود یا در زندگی عروس خود، در زندگی فرزند خود مداخله نکو. خب در صورتی که مادر مقصر است، یا پدر مقصر است، یا بیادر مقصر است، یا خواهر مقصر است، یا دیگه اقارب و دوستا مقصر است، در اینجا خواهر گرامی راه های گوناگون پیشنهاد کن. بگو عزیزم، من میخوایم که
جای خاصی به مادر خود دیگه جور کنی، غذایش ما جدا برش آماده میکنم. چقدر گپی منطقی است، ما غذایش آماده میکنم بعد جدا باشه، یک اتاق جدا، یک جای جدا ما خدمتش میکنم. یا برای من اجازه بده یک چند روز خانه میرم پس میگردم، یا اجازه بده که امی طریقه کار خود تغییر بدم، یا اجازه بده که جای بده باش خود تغییر بدم. چندین راه را پیشنهاد کو تا شوهر یک شب بپذیره تا اینکه زندگی تو، اگر تو بگوی یا او باشه یا من میباشم دیگه، من در خانه نمیتونم زندگی کنم، اگر پدرت باشه، اگر بیادرت باشه، من نمیتونم کلگی را خدمت کنم، پس نمیتونی خواهر گرامی با زندگی خود بسازی، این کشتی را نمیتونی سالم به ساحل نجات سوق بدی. پس هشتمین قاعده مهم در امر احتوای مشکلات خانواده و مدیریت اختلافات بین زن و شوهر، دوستای عزیز، ای بود که باید از هر دو جانب راه های مختلف پیشنهاد شود. در وقت گفتگو باید راه های مختلف پیشنهاد کنه، دو راه نباشه، یک راه نباشه، یا این کار را بکن یا دیگه نمیتونم، یا این گپ بزن یا نمیتونم، یا بخو یا دیگه همسرم نیستی، یا بخواب یا برو یا بشین. اصلا نه، یک راه نه، دو راه نه، بلکه ده ها راه را پیشنهاد کو. یک راهش انتخاب میشه، ان شاء الله العزیز زندگیتان از هم نمیپاشه. نکته خیلی مهم دوست عزیز نهم، البته ما ده قواعد داشتیم که دو قواعد دیگه باقی مونده. قواعد نهم در امر احتوای مشکلات زن و شوهری یا مدیریت اختلافات خانواده. این قواعد مهم که چقدر مهم است دوست عزیز، فکر میکنم که وقت تمام است. ان شاء الله این دو قاعده که باقی مانده وعده میتم که در جلسه آینده با شما شریک میسازم، و یکی تا این دم ما را همراهی کردین از همه تان صمیمانه تشکری میکنم. شما را به الله بی نیاز خود تا دیدار بعد و برنامه بعد میسپارم. الله نگهدار.